پسته او اید لرونکو میوه او د هیواد له ارزښناکو کرنیزو محصولاتو څخه ده. د بادغیس ولایت د هیواد په کچه د پستې ستر تولیدونکی ولایت ګڼل کیږي. له څو لسیزو جګړو مخکې د بادغیس ولایت د پستې طبیعي ځنګلونه نږدې 90,000 هکتاره وو، خو د جګړو په لړ کې د پستې محصول لپاره د بازار نشتون او د سون توکو لپاره د خلکو لخوا د ونو پرې کېدو له وجې نږدې 60,000 هکتاره یې له منځه لاړه. یکی از منابع بسیار مهم اقتصادی و ارزش افزا و درآمدزا در بادغیس جنگلات است و اون هم جنگلات جنگل پسته، جنگلی که طبیعی است و ما متاسفانه با بهتر بگم با کوتاه‌فکری و عدم آگاهی از این منبع متاسفانه نمیتونیم از این استفاده کنیم و عدم استفاده از این جنگل به معنای عدم رشد اقتصادی و توسعه ولایت بادغیس است. په ورستیو کلونو کې د کرنې وزارت په هلو ځلو او د همکارو مؤسسو په مرسته د پستې څخه باندې 10,000 ځنګلونه بیا رغول شوي دي. د کرنې وزارت په دې ورستیو کلونو کې د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو نندارتونونو په لاره اچولو سره د هیواد کرنیزو محصولاتو ته د پیرودونکو لیوالتیا جلب کړې او د پستې ښه بازار له وجې په دې ورستیو کې خلک د پستې مصنوعي بڼونه جوړولو ته مخه کړې ده، چې د کرنې وزارت لخوا د بادغیس ولایت بڼوالو ته نږدې 15,000 جریبه د پستې بڼونه هم جوړ شوي دي. خوشبختانه نظر به وفقی که نبات پسته در بادغیس داره، اخیرا مردم به اساس تلاشایی که وزارت زراعت و مؤسسات همکار برای مردم داده اون علاقمند شدن که حال بر علاوه جنگل طبیعی پسته بادغیس مردم باغهای شکل مصنوعی هم ایجاد میکنن که ما حدود 5,000 جدید باغ پسته به شکل مصنوعی ایجاد شده که حتی در سالهای بعد نچندان دور، شاید سالهای آینده، سالهای نزدیک اینا به بار بشینه که بر در پهلوی تولیدی که ما از سایه جنگل طبیعی پسته بادغیس داریم از باغات پسته هم در بادغیس داشته باشیم. در بادغیس پسته سکال در تولید لنظر خ وضعیت درلود. د بادغیس د کرنې ریاست د شمیرو له مخې د تیر کال په پرتله د دې ولایت د پستې تولید دو برابره زیات شوی دی. ولایت بادغیس بزرگترین تولید کننده پسته در کشور می باشد. قبل از جنگ‌های داخلی گفته می شود که در این ولایت در حدود بیش از 90,000 هکتار جنگل پسته وجود داشت که در اثر جنگ‌های داخلی حدود 60,000 هکتار آن از بین رفته و در حال حاضر 30,000 هکتار موجود می باشد که در سال روان بیش از 36,000 متر مکعب پسته از این جنگلات برداشت شده است. په همدې حال کې د بادغیس په ولایت کې د کرنې وزارت په 50% ونډې سره د پستې د پروسس یو مرکز هم جوړ شوی دی چې د ورځې تر 4 ټنه پسته پروسسوي. فابریکر تقریبا 86,500 دلار از زمین تا هنگر و تا مصارف خودی ما شده، همین شرکت یاسر علی نیازی شده. بله دیگه 71,500 دلار همه از طریق دولت چیزی که مؤسسه حکومت یا طرف زراعت بگم بر ما همکاری شده دید. بله قرار 50% بودن رو بشه روزانه تقریبا اینجا بگم که 2 تا 3 تا اگر این تو حالا خوزمستان است پس بیکار باشه که آدم ساعتی کاری بیشتر کنه 4 تا 5 تا بشه. دغه راز د پروسس یاد مرکز د ورځې 15 تر 10 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. ما بسیار در این کار خوش شدم که مثلا اگر یک شرکت در این وطن آماده در غلیه و آماده ما مثلا بگردتن همون از روزی که این شرکت آماده ما بیکار نمانده. ما از دیگه برادرها و سرمایدارها خواهشمندیم که مثلا اگر پول خورد به دیگه جای مصرف نکنن، همینطور چیزایی بیارن که یک 4 تا جوان مثلا در راه ایران مثلا در دیگه زمت خاری در این خونه که مارن اونجا مثلا دیگه پزرو پیشرو همینجا به وطن خود ما اگر کار باشه بچه مردم زمت بکشه به دیگه جای بره. د کرنې وزارت په دې ورستیو کې په هغو ولایتونو کې چې طبیعي ځنګلونه لري د هیواد د طبیعي ځنګلونو د خوندیتوب بیا رغونې او پراختیا په پار د ځنګلوالۍ ټولنې جوړې کړې دي چې د ځنګلونو د پرې کېدو د مخنیوي او دغه راز د ویجاړ شویو سیمو د بیا رغونې په برخه کې له دولت سره همکاري کوي.